حتما شما هم در فیلم ها و عکس ها دیدید در هند گاوا چقدر عزت و احترام دارن. اما توی همین ایران خودمونم گاوی پیدا شد که اون رو معجزه دونستن و گاوه هم شد گاو امام زمان. ماجرایی که در دوره صدارت امیر کبیر در تبریز اتفاق افتاد و نزدیک بود به آشوب تبدیل بشه. با ما همراه باشید تا این اتفاق عجیب تاریخی رو مرور کنیم. شاهزاده نادر میرزا از نویسنده ها و تاریخ نگارای نامدار دوره قاجار و از نواده های فتحعلی شاه قاجار بود که در دوره سلطنت ناصرالدین شاه زندگی می کرد. نادر میرزا کتاب ارزشمندی به نام تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز رو نوشته و ماجرای پرسر و صدای این گاو رو اینطور شرح داده. داستان از این قرار بود که در سال 1227 خورشیدی در شهر تبریز قصابی گاوی رو برای کشتن به سلاخی میبره. گاو از دست مرد قصاب فرار میکنه و به دهلیز بقعه صاحب الامر میره. قصاب یه ریسمون به داخل بقعه میبره، اون رو به گردن گاو میندازه و سعی میکنه گاو رو بیرون بکشه. اما مشخص نیست به چه دلیل مرد قصاب ناگاه از پا میفته و دو قطره خون از دماغش میره و جان به جان آفرین تسلیم میکنه. مردم چنان از هر طرف گرد اومدن که جای سوزن انداختن نبود. نادر میرزا نوشته آن گاو را آقا میر فتاح مجتهد تبریزی برده بود، جلی از بافته کشمیر برو انداخته، فوج فوج همی رفتند و بر سم آن حیوان بوسه همی زدند و مدفوع گاو را به تبرک همی بردند تا جایی که سفیر انگلیس چلچراقی بلوری بفرستاد و بیاویختند و آنجا خدام و فراش بگماشتند. مردم نواحی فوج فوج با چاوش به زیارت همی آمدند. همه روزه معجزه‌ای دیگر همی گفتند که فلان کور بینا شد و فلان گنگ به زبان آمد و فلان لنگ پای کوفت. میرفتاح مجتهد تبریز هم از این موقعیت استفاده کامل رو کرد. این مجتهد که عامل اصلی فتنه تبریز در جریان جنگ دوم ایران و روس و عهدنامه ترکمانچای بود، کسی که با طرفداری از سپاه روسیه و کمک به تسلیم شهرهای اصلی آذربایجان آخرین امیدای پیروزی رو از ایرانیا گرفت و در مقابل توسط روسها به سمت ریاست علمای مسلمان قفقاز منصوب شد، مردم رو واداشت تا در شهرهای آذربایجان سر کوچه و بازار از معجزات گاو داستان بسازن و فریاد بزنن که شهر تبریز مقدسه. حتی چهره گاو رو نقاشای زبردست ترسیم کردن و به زائرای بقعه مبارک فروختن و مردم توی خونه هاشون شمایل گاو صاحب الزمان رو آویختن. کور و لنگ غرفه ها و شاهنشینای مسجد رو پر کرده بودن. هر روز معجزه و آوازی تازه سر زبونا می افتاد. بزرگان پرده و فرش و ظرف به مسجد می فرستادن. حاج میرزا باقر مجتهد امام جمعه تبریز که با کنسولگری انگلیس رابطه مستقیم داشت، فتوا داد که هر کس در جوار این مسجد به خصوص باده بنوشه یا قمار کنه واجب القتله و رسماً شهر تبریز محل ظهور امام زمان اعلام شده بود. در نتیجه بنابر روایات و احادیث معتبر مردم از پرداخت مالیات به دولت و اجرای قوانین وضع شده حکومتی معاف بودند. متولیای گاو از سر نادونی به جای کاه و یونجه بهش نقل و نبات دادند. به همین خاطر بعد از یه مدت گاو مقدس مریض شد و مرد. مردم با حزن و اندوه زیاد در حالی که به سر و سینه میکوبیدن تشییع جنازه مفصلی از اون بزرگ مقام کردن و گاو رو در مکانی به خاک سپردن که هنوز به آرامگاه گاو صاحب الزمان برای اهل منبر معروفه. خبر این ماجرا خیلی زود به دارالخلافه تهران رسید و بالاخره میرزا تقی‌خان امیرکبیر نیروی از تهران فرستاد که حاج میرزا باقر مجتهد امام جمعه و میرزا علی شیخ الاسلام و پسرش میرزا ابوالقاسم که هر ستاشون از ملاهای بانفوذ بودن دستگیر و تبعید کنن و با وجود مقاومت اونها و حمایت پیروانشون این مقصود حاصل و قائله تمام شد. وقتی روشن شد که این فتنه ها نتیجه تحریک و دخالت مستقیم استیونز کنسول انگلیس توی تبریز بوده، امیر کبیر نامه‌ای به سفارت انگلیس در تهران میفرسته که بخشی از اون اینطوره:
بعد از اینکه مردم عجامر و اوباش تبریز به جهت شرارت‌های خودشان در امور مملکتی و اتلاف مالیات دیوانی از برای خود مأمن و بستی قرار گذاشته و خودسری‌ها کنند، عالی‌جاه مشارلی به جهت تقویت آنها و استحکام خیالاتشان چلچراغی به مسجد صاحب الزمان فرستاد و بر آنجا توقف کرده زیاده از حد باعث جرأت عوام و اشرار گشته و پای جسارت را بیشتر گذاشتند تا از این خیالات خدا داند چه حادثات بروز و ظهور کند. این نکته هم جالبه که این جناب میرزا باقر مجتهد، پدر میرزا حسن آقای مجتهده، همون مردی که آزادی خواهای تبریز رو در جریان مشروطه تکفیر کرد و از مخالفای سرسخت مشروطه شده بود. تا حالا ماجرای گاو صاحب الامر رو شنیده بودید؟ نظرات ارزشمندتون رو برامون بنویسید و اگر این ویدیو براتون جالب بوده خوشحال میشیم با لایک کردن ازمون حمایت کنید و حتما ویدیو رو برای دوستانتون که فکر میکنید این موضوع براشون جالبه هم بفرستید. علاوه بر امیر کبیر که نقش مهمی در تاریخ ایران عصر قاجار داشته، قائم مقام فراهانی هم از مردای تاثیرگذار تاریخ ایران بوده. این ویدیو درباره قتل نوجوان مردانه قائم مقام فراهانیه. پیشنهاد میکنیم حتما تماشا کنید.